درود بر شما همراهان عزیز کانال پارسی تیوی با برنامه دیگه اومدم خدمتتون از حرفهای تکان دهنده حامد بهداد درباره بهروز وسوقی اون گفته کسی که ما رو بیچاره کرده بهروز بوده در ادامه با ما همراه باشید لطفا از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر بشید. مهم نیست متولد کدوم نسل باشید یا رابطتون با سینمای قبل از انقلاب ایران چطور باشه حتی اگر فیلم قیصر رو هم ندیده باشید قیصر با بازی فراموش نشدنی بهروز وسوقی رو حتما میشناسید اولین نام قهرمانانه که به ذهن تماشاگر ایرانی میرسه بهروز وسوقیه این بازیگر توانا که مثل همکارانش از کار برکنار شد بازیگری بسیار دوست داشتنی، مردمی و پرطرفدار که سالهاست دور از وطن در غربت زندگی میکنه. حالا با اون چهره پیر و دوست داشتنی خودش هنوز هم بهروز سینمای ایرانه. حامد بهداد بازیگر ایرانی به او بسیار توجه داره و متنی شگفتانگیز از این سوپرستار سینمای دوره طلایی ایران منتشر کرده. حامد بهداد به دیدار بهروز وسوقی رفته و متن جنجالی که برای بهروز وسوقی نوشته باعث جلب نظر هنرمندان زیادی شد. دیدار با بهروز وسوقی در این سالها برای هر کسی که طرفدار فیلم های اون بوده میتونه یه آرزو باشه. افرادی که با اسم و تصویر بهروز عاشق سینما شدند در اولین فرصتی که به آمریکا سفر کردند به لس آنجلس رفتن و سراغ دیدار با این اسطوره تکرار نشدنی سینما میرند از دیدار به یادماندنی خسرو شکیبایی تا شهاب حسینی و دیگر بازیگران و خوانندگان مطرح ایران بهروز وسوقی بعد از فردین از محبوب ترین چهره ها بین دوستداران سینمای ایرانه. اون به ایفای نقش در آثار کارگردانان سرشناسی مثل ناصر تقوایی، ساموئل خاچیکیان، فریدون گله، امیر نادری، خسرو حریتاش، مسعود کیمیایی، علی حاتمی، شیرین نشاط، رضا بدیعی، بهمن قبادی، جیمز فارگو، شاپور غریب، ژان نگلوسو و جلال مقدم پرداخته. بهروز وسوقی تاثیر فراوانی روی موفقیت بهترین فیلم های ساخته شده توسط مسعود کیمیایی مثل گوزن ها داشته. به گفته خودش بعد از انقلاب زیاد پیگیر فیلم ها نبوده ولی چند تا فیلم مثل مارمولک، آژانس شیشهی، آتش بس و چند فیلم دیگه ای ایرانی رو دیده. اون برای سبک بازی مارلون براندو احترام زیادی قائله و به نظرش این سبک در تاریخ ماندگاره. خودش گفته که از مارلون براندو تقلید نمیکنه ولی خیلی پیگیر کارهاش بوده بهروز وسوقی در اوج جوانی طرفدار پرسپولیس بود اما به خاطر رابطه دوستانه و نزدیکش با مرحوم ناصرخان حجازی بازیکن استقلال به تیم مقابل علاقه‌مند شد و سالهاست که طرفدار استقلاله بهروز وسوقی اما سه برادر در ایران داره که باهاشون دچار مشکلات زیادی شده. اونها اموال بهروز رو با جعل سند صاحب شدن و به قول خود بهروز از پشت بهش خنجر زدن و چندین بار هم از اسم بهروز سوء استفاده کردن. بهروز وسوقی زمانی که در مورد برادرش این صحبت ها رو میکرد گفت دیگه برادری نداره. بهروز بازیگر قدیمی ایرانیه که همه اون رو میشناسند و حالا سالهای ساله که در ایران زندگی نمیکنه و کار هنری نمیکنه بهروز وسوقی اما بارها و در مصاحبه های مختلف اعلام کرده که خیلی دوست داره به ایران برگرده اما هنوز این موقعیت براش فراهم نشده وسوقی در همین ارتباط بازگشت به ایران رو آخرین آرزوی زندگیش دونسته و گفته اگه فرصتی به هم داده بشه که برگردم به ایران چند نفر رو اونجوری که خودم دلم میخواد تربیت میکنم و تجربیات هم رو در زمینه سینما در اختیارشون قرار میدم ایشون در ادامه هم گفته بود اگر برگردم نمیخوام کار بازیگری رو ادامه بدم بلکه بیام و تجربیات چندین سالم رو به صورت رایگان در اختیار جوانترها بذارم. حالا این سوپرستار سینمای قبل از انقلاب مورد توجه حامد بهداد هم قرار گرفته که با متنی بلند بالا و با انتشار عکسی جالب در کنار بهروزخان وسوقی در آرایشگاهی در لس آنجلس اینطور نوشته. حامد بهداد نوشته همه چیهایی که ما رو بیچاره کرد و دقداد تقصیر کیمیایی و بهروز بود. حسرت بازی بهروز و فیلم کیمیایی این دوتا سینمای ایران رو فتح کردن و قلب مردم آرزومند و لرزوندن. مسیر زندگیمون رو عوض کردن. شدیم عشق سینما. همه چی رقم زدند، جاودانه شدن. به تماشاگر جون دادن. هیچکی مثل اونها نشد. مثل اون سالها. امسال اواخر بهار تو شهر لس آنجلس یه جا ببینمش تا رسیدم تو سلمونی دیدم صاحب کار داره موهای اسوره رو آب میکشه گفتم بزن کنار شستن موهاش به ما میرسه خندیدیم فریاد زدم آهای ماساج مو مخصوص سر سلاتین خندید پرسیدم چی کشیدی شما تو این چهل سال گفت هی هی همسرش متبسم بهش نگاه میکرد میتونستی معنی اون آهو توی چشمای اون بخونی چرا اسکورسیزی هنوز با دنیرو فیلم میسازه اون بازی میکنه اما ما فلک زده نمیتونیم یک بار دیگه شاهد بازی بهروز تو فیلم کیمیایی باشیم کی مقصره چی شد چقدر صدای جلیلوند و اسماعیلی روی صورتش قشنگ بود چقدر سینما خوب بود هنوزم چهرش سینماییه حالا داره مستندی از زندگیش اکرام میشه که مردم به عشقش جمع میشن و کف میزنن جای همه ما خالی جای رفیقاش جای همکاراش و دوستدارانش جای همه خالیه حیف که ما نیستیم وقتی میره روسن زیر نور صحنه نگاش کنیم و هوار بکشیم. حامد بهداد بازیگر مشهدی سینما و تلویزیون کشور واکنش های مختلفی هم به اتفاقات وحشتناکی که بعد از قتل حکومتی محسا امینی در ایران رخ داد نشان داده بود. اون در استوری هاش نوشته بود ما با توجه و محبت مردم معروف شدیم ما به عشق اونها بزرگ شدیم ما مدیون عواطف مردم هستیم اینکه اونها از ما میخوان صدای مطالباتشون باشیم خاصه برحقه بر او همچنین در استوریه دیگه ای نوشت هنرمند مردم است و از آن مردم در میان مطالبات برحق مردم اگر زمزمه بدخواهان علیه وطن عزیزمان به گوش رسید نباید آن را به پای مردم نوشت حفظ تمامیت ارزی این آب و خاک آرمان و فصل مشترک همه ماست و به همین دلیل مرز ما را با هر آنکه ایران ما را تجزیه بخواهد جدا میکنیم او با انتشار متن دیگری هم نوشته بود ما همگی مردم ایرانیم و به جستجوی آرامش در زندگی هستیم و هرگز طرفدار اختشاش و به دنبال هیچ آشوبی نبوده و نیستیم ما مردم چهل سال شد که از جنگ، خون، قطنامه، تحریم، تورم، اختلاس و گرسنگی آسیب دیده ایم. و همچنان خواهان حقوق مدنی خیش از روشهای قانونی هستیم. اما گویا هر بار صدای اعتراض مسالمت آمیز ما مردم مبتلا میان قوقای اخلالگران قابل تمیز نبوده و گم شده، ما آیندهمان من قبارالود است. چراغی نمی بینیم و سخت ناامید شده ایم. لطفا مسیر و فضای امن تجمعات قانونمندانه رو که همیشه بسته پیش پایمان بگشایید تا بتوانید حساب مردم را از غیر مردم جدا کنید. او همچنین در مورد منافقین هم نوشته بود منافقین جاشون یا تو زبالدانه یا فراری کشورهای دیگه من اگر تعیین کننده بودم حکمی بلاشک برای این خائنین به مردم و خاک ایران قطعا اعدام بود. بسیار ممنونم که تا پایان این برنامه هم با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید از پایین همین ویدیو و با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله با ما همراه باشید تا از جدیدترین ویدیوهای ما زودتر با خبر بشید.